السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي ونفثي. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضار گرامی، شنوندگانی نهایت معزز، الله جل وعلا شأنه در سوره مبارکه فجر با پنج چیزی نهایت با عظمت و مفید و سودمند، هم برای دنیا و هم برای آخرت، سوگند یاد نموده می فرماید. و الفجر سوگند است به صبح و دم، صبحی که آغازی روشنایی است، صبحی که پرده تاریکی ها را پاره نموده و آغازی حرکت و آغازی دنیای جدیدی هست.
صبحدمی که در آن ملائکه الهی در نماز صبح حضور به هم رسانیده، جایگاه و مکانت مهم نماز صبح را برای ما برملا می سازد، یا اینکه مقصود از فجر همان یوم النهر، روزی که مسلمانان به خاطر تقرب و نزدیکی حاصل کردن به الله عز و جل قربانی میکنند، و لیال عشر، سوگند به شبهای دهگانه. با اتفاق همه مفسرین اصحابه و تابعین، مقصود از لیال عشر شبهای دهگانه همین روزهای پیش روی است که ما در آن قرار داریم، ده ذی الحجه. و موضوع جمعه هم در ارتباط به فضیلت و جایگاه ده ذی الحجه است، و این که ما به عنوان یک مسلمان در چنین روزهای مبارک و خجسته چی کاری را باید انجام دهیم، به این ارتباط در مورد شأن و جایگاه آن الله سوگند یاد میکند، سوگندی که از جانب الله عز و جل صورت میگیرد بسیار با عظمت است، زیرا او ذات عظیم و بزرگی هست. و با چیزی که سوگند یاد میکند دلیلی بر عظمت آن هست، و الشفع والوتر، سوگند به جفت و طاق که مشتمل بر تمام هسته های کائنات هست. و اللیل اذا یسر، سوگند به شبهایی که در حرکت هست و در رفت و آمد است. الله بعد از این پنج چیز برای تذکر می فرماید: هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا در موجودیت چنین چیزهایی که الله سوگند یاد نموده در این سوگند برای صاحبان عقل و خیرت بسیار درسهای نهفته است؟ بنابراین در ارتباط به این موضوع در مورد فضیلت و اهمیت دی ذی الحجه و این که ماه ذی الحجه چی پیامی دارد، به این مناسبت در روشنایی آیات و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم می خواهیم در این چند دقایقی که در خانه الله قرار داریم به این ندای الهی و به این پیام‌های جاوید گوش فرا دهیم، تا برای ما توشه راه قرار گیرد. قبل از همه باید به عنوان یک مقدمه برای رسیدن به اصل موضوع باید بگویم که خداوند متعال برای انسانها از لحاظ مکانی و از لحاظ زمانی فرصتهای نهایت طلایی و نابی را برای ما قرار داده، تا ما انسانها در نتیجه استفاده از این زمان و مکان برای فردای خود برای خود توشهی داشته باشیم، زیرا زمانی که ما مقایسه میکنیم عمر این امت را با عمر امتهای گذشته خیلی کوچک است. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که عمر امت ما میان 60 تا 70 است، بسیار کم مردمی هست
که از سد بگذرد. ولی در مقایسه با امتهای گذشته که خیلی عمری طولانی داشتن، بنابراین در موجودیت چنین عمری کوتاه، عمری که سرمایه یک انسان هست، عمری که اصلا با هیچ چیز خریده نمی شود و الله در مورد آن سوگند یاد نموده، والعصر، لابد انسان باید از این عمری کوتاه خود درسهای بیاموزد و چیزهای بسیار مفید و سودمند را برای خود به دست بیارد. چنانچه نبی کریم صلی الله علیه و سلم درس می دهد، اغتنم خمسا قبل خمس، پنج چیز را قبل از آمده ده پنج چیز غنیمت بشماره. شبابک قبل حرمک، جوانی را قبل از فرا رسیدن سین کهولت و پیری، زیرا انسان در دوران جوانی می تواند کارهای نهایت مفید و سودمند را انجام دهد که در زمان پیری متاسفانه انسان نمی تواند. و صحتک قبل از سقمک، صحتمندی خود را قبل از مریضی و بیماری غنیمت بشماره. و فراغک قبل شغلک، اوقات خود را قبل از مصروفیت و سرگرمی به کارهای دیگر غنیمت بشمارین. و غناک قبل فقرک، توانمندی خود را قبل از اینکه انسان دچار فقر می شود بعد غنیمت بشمارین. و حیاتک قبل موتک، زندگی را قبل از مرگ. این نصیحت گرانبهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد دستاویزی برای هر مسلمان بوده باشد که در نتیجه آن بتواند تمام لحظات عمر خود را مملو از کارهای خیر بگرداند که سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت را به دست بیارد. بنان برای به دست آوردن چنین روزهایی که از لحاظ زمانی و مکانی خداوند متعال برای ما مهیا نموده، یکی از آن روزها همین دی ذی‌الحجه است که اکنون ما در 29 ذی‌القعده قرار داریم و روز شنبه اول ذی‌الحجه است. ماه ذی‌الحجه از جمله فضائلی که در مناسبت آن به مناسبت آن در کتاب الله و در گفتاری گهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده، با وضوح و آشکارا عظمت و فضیلت آن چنین دیده می شود. اول، ماه ذی‌الحجه خاتمه و پایانی روزهای همان ده روزی است که الله متعال در این سه ماه فرضیت حج را اعلام داشته. الحج و اشهر و معلومات، الله می فرماد که حج در ماهای معین صورت می گیرد که آخرین این ماهای معلوم دی ذی‌الحجه است. دوم، ماه ذی‌الحجه از جمله ماهایی است که اعلان می دارد که مسلمان به خاطر ادای مناسک حج و یکی از ارکان مهم و فریضی که از جانب الله برای مسلمان آمده، ولله علی الناس حج البیت، در همین ماه صورت میگیرد. و اذن للناس فی الحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ندایی که ابراهیم خلیل آن را برای جهانیان اعلام نمود و خداوند متعال فرضیت آن را در مقاطع مختلفی زمانی و مکانی برای نسل بشریت به ارمغان گذاشت که مسلمانان بتوانند با استفاده از این ماه این فریضه الهی را انجام دهند. سه، ماه ذی‌الحجه از جمله همان ماهایی است که
وعده ملاقات موسی کلیم الله با پروردگار در کوه طور صورت گرفت. فتم میقات ربی 40 لیله، 30 شبانه روزی که الله وعده داد موسی علیه السلام را به خاطری یک آیین، دستور و قوانینی که در نتیجه آن بنی اسرائیل بتوانند زندگی خود را سپری کنند، خداوند متعال آن ماه را با تکمیل و آخری ماه ذی‌الحجه قرار داد که برملا کننده فضیلت این ماه است. چهارم، یکی از فضائل و اهمیت این ماه این است که این ماه برمی گردد برای اعلام نمودن آخرین پیام شریعت که خداوند متعال این امت را به یک دینی نهایت واضح و روشن، با دینی که نسخ کننده تمام ادیان قبلی هست و حرف اول را در میان همه به شریعت دارد، الله متعال بر ما آن را برمغان آورد. فرد یهودی خدمت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آمده برش می گوید که ای امیر المؤمنین، در کتاب شما آیه هست که شما را تلاوت میکنید، اگر در میان ما گروه یهودیان اگر این آیت نازل میشد ما آن را جشن میگرفتیم. فرمود کدام آیه است؟ فرمود همین آیه که در سوره مائده تلاوت میکنید که خداوند متعال نعمت خود را برای شما ارزانی داشته و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیده. اگر این آیت در میان ما گروه یهودیان نازل میشد ما آن را برای خود به خاطر یاد بود جشن می گرفتیم. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمود که من می دانم در چی زمانی و در چی مکانی نازل شد. در عرفه و در روز جمعه این آیت نازل شده است که نشان دهنده است که از لحاظ زمانی و مکانی این ماه دارای عظمت و جایگاه بسیار بزرگی است. پنجم، یکی از امتیازات و ویژگی‌های خاص این ماه این است که در این ماه موسم حج است و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. خداوند متعال در مورد ماه رمضان که آن را ایام معدودات ذکر میکند، روزهای چندی، در مورد روزها هم میفرماید که از جمله روزهای بسیار مشخصی هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که بهترین ایام و بهترین روزها همین ده ذی‌الحجه است. حالا چه پیامی دارد ده ذی‌الحجه و چه امتیازات آن را وقتی که ما درک نمودیم که از لحاظ زمانی و از لحاظ مکانی این ما دارای امتیازات خاصی بوده، برای ما چه پیامی دارد؟ پیام اول، انجام دادن عمل صالح. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من ایام العشر. انجام دادن هیچ عملی پسندیده تر در نزد الله عز و جل نسبت به انجام دادن اعمال در چنین روزی نیست. یعنی این روزی است که هر عملی نیکی را که انسان انجام می دهد در میزان حسناتش قرار میگیرد. حالا مفهوم عمل صالح را هم باید اندکی در نظر داشته باشیم. عمل صالح چی هست؟ این عمل صالح دعا کردن به پدر و مادر. این عمل صالح چی هست؟ صله رحمی. این عمل صالح چی هست؟ هر نوع عمل سرنوشت سازی که برای آبادی دین و دنیا صورت میگیرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که حتی در جمله این نیکی ها دور کردن خس و خاشاک از راه مسلمانان هست.
همکاری با مسلمانان، داخل نمودنی خوشی و خوشحالی و خرسندی در قلب مسلمان از جمله عمل صالح است. عمل صالح صدقه دادن در جای مناسب، زیرا پیامبر خدا می فرماید ما نقص صدقه من مال، با صدقه دادن مال کم نمی شود. این عمل صالح چی هست؟ انجام دادن نماز در وقتش. این عمل صالح چی هست؟ خواندن و تلاوت قرآن زیمشن. این عمل صالح چی هست؟ دست برداری از خشونت در برابر مسلمان. همه از اینا عمل صالح هستند که شایسته است برای یک مسلمان در چنین روزی باید آن را انجام دهد. دوم، یکی از پیام‌های دهی ذی‌الحجه است که باید در چنین ماه انسان به سوی الله رجوع کند، که در زبان عربی آن را توبه گفته می شود. الله می فرماید و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. همه به سوی الله برگردین، رستگاری شما وابسته به رجوع الله است. رجوع از چیست؟ رجوع از گناهان، رجوع از معصیت های الهی، رجوع از تمام اعمالی که انسان را به بدبختی و در گردابی جهالت سوق می دهد. زیرا خداوند متعال می فرماید ولو انهم اقام التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم. اگر بنی اسرائیل به احکام تورات عمل می کردن، خداوند متعال رزق و روزیشان را نهایت فراخ می ساخت، از بالا و پایان نعمتهای الهی در جوش می آمد. و به همین خاطر الله متعال در سوره اعراف هم می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم از خدا بترسند، تقوا را انتخاب کنند، از منهیات خداوند دوری نموده به اوامر الهی روی بیارند، حرام خدا را ترک نموده به حلال الله رو بیاورند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، دروازه های رحمت الهی برویشان باز می شد. امروز اگر در میان امت مسلمه یک فضای اختناق‌آوری هست، فضای تاریکی هست، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ امنیتی، این نتیجه معکوس آن این است که ما اصلا خود را از مسیری که الله متعال ما را به آن فرمان داده منحرف شدیم. نتیجه انحراف همین است. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. خداون مثال آن دهکده‌ای را برای ما بیان میکند که از لحاظ صحی، از لحاظ اقتصادی نهایت در امن بود و رزق فراوان از هر طرف برش می آمد، لیکن زمانی که کفران نعمت کرد، خداوند متعال در نتیجه کفران نعمت و ناسپاسی لباس خوف و گرسنگی را با اونها پوشانید. پس یکی از پیام های دهی ذی‌الحجه است که ما به سوی الله برگردیم. سه، از جمله پیام های مهمی که در دهی ذی‌الحجه قرار دارد که در این ماه بعد انسان به کثرت ذکر الله را باید بیاد بیارد، زیرا الله عز و جل در سوره بقره بعد از بیان ادای مناسک حج می فرماید که شما وقتی که از اعمال و مناسک حج کارتان را به پایان رسانیدین، الله را به کثرت یاد بکنید.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از جانب ابراهیم خلیل برای این امت که پیوند میان امت محمد صلی الله علیه و سلم و ابراهیم خلیل وجود دارد، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که سلام مرا به امتت بگو و برایشان بگو که بهشت برین آب شیرینی دارد، خاک پاکی دارد، آنچه که باعث غرق و نهال شانی آن می شود گفتنی سبحان الله الحمدلله است. زیرا یکی از سفارشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امیس لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، همیشه زبان شما باید از یاد الله تر و تازه بوده باشه، خصوصا در ده ذی‌الحجه، دهی که فعلا برابر با همان ده اخیر ماه مبارک رمضان است. بعد مسلمان از این موقع خوب استفاده کند و ذکر الله را به کثرت به زبان بیاورد. البته برای آن ضرورت نیست که ما از کسی اجازه با خود داشته باشیم. اینجا به نام مأثورات، ادعیه و اذکار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار با کثرت چیزهای آمدگی است. از آن جمله قسمی که در حدیثی صحیح بخاری در آخرین حدیثش هست، کلمتانی خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن. دو کلمه هست که در زبان گفتنشان نهایت آسان، در ترازوی اعمال نهایت سنگین و در نزد الله نهایت پسندیده است. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، یا گفتنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اگر کسی اقل حد اقل آن گفتنی تنها سبحان الله الحمد لله هر کدام ازی بر انسان از جمله همین انجام دادنی ذکر الله است. این سومین پیام ایده ذی‌الحجه است که باید به کثرت یاد الله را باید نمود. چهار از جمله پیام های ده ذی‌الحجه است که در این ده ذی‌الحجه یکی از امتیازاتش است که در مابین همه انواع عبادات در ایما با هم جمع شدگی است. انسان می تواند قرآن بخواند، نماز بخواند، ذکر الله را انجام دهد، صدقه کند، روزه هم بگیرد، چنانچه در این ده ذی‌الحجه یوم عرفه هم وجود دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله والتي بعدها. روایت صحیح مسلم است که روزه نه عرفه باعث کفاره دو سال گناهان می شود، که از لحاظی یعنی یک روز اگر ای از لحاظی دقیقش هست دقیقش شمرده شد برابری گوید 12 ماه می شود و برای انسان از لحاظ زمانی بسیار یک غنیمت و فرصت مناسبی هست که فقط 12 ساعت روز برابری گوید 12 ماه می شود و برابری 2 سال. پس مسلمان برایش مستحب است که در نوح عرفه به خاطر تقرب و نزدیکی حاصل کردن به الله عز و جل در چنین روزهای بعد روزه داشته باشد. ششم یکی از جمله پیامهای مهم ده ذی‌الحجه است که کسانی که علاقمند و اراده قربانی را دارند، که یکی از جمله امتیازات همین ماه است، زیرا در حدیث صحیح میاد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که بهترین روزها یوم النهر است، روزی که انسان به خاطر رضای الله خون می ریزند. خون ریختن هم تفاوت هایی دارد، یکی ریختن خون ناحق است که حرمت آن نزد الله متعال از کعبه هم بالاتر است، که برای مسلمان به هیچ وجه قسمی که پیامبر خودش در تعریف مسلمان و مؤمن می فرماید که مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش سالم بمانند و مؤمن کسی است که
از لحاظ ناموس و از لحاظ مال مردم در امن بوده باشد، ولی ریختن خونی که به خاطر رضای الله عز و جل سر حیوان بریده میشه، ای از جمله نیکی هایی است که در این روز قرار دارد. از جمله پیامی هفتمی ده ذی‌حجه است که در جمله اعمال صالحی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مایان را تشویق نموده، او تلاش نمودن و آمادگی کامل برای انجام دادن نمازهای با جماعت است. پیامبری خلاصه می فرماد آیا من شما را رهنمایی نکنم با او چیزی که باعث رفع درجات شما و باعث محو گناهان شما می شود؟ از جمله اسباغ الوضوء علی المکاری و کثرت الخطا الی المسجد، وضوء نمودن به طور کامل و گام برداشتن به طرف مسجد، ای از جمله همان رباط مرزبانی است که یک گویا یک مجاهد فی سبیل الله به خاطر حفاظت و حراست و پاسداری از ملت خود، از ناموس و عزت و شرف وطن خود، قسمی که در مرز در برابر دشمن ایستاد می شود، پس گام برداشتن به طرف مسجد و منتظر ماندن به نماز با جماعت فضیلت ثوابش برابر همان مرزبانی است. یکی از جمله پیام های امین ده ذی‌حجه است. به عنوان آخرین موضوع باید گفت که ده ذی‌حجه با این همه خصوصیت ها و با این همه امتیازاتی که دارد، این از جمله همان ده، از جمله دوازده ماه و خصوصا از جمله دوازده چهار ماهی که الله متعالی آن را دارای حرمت قرار داده و در مورد آن می فرماد ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. در جمله 12 ماه 4 ماه آن بسیار دارای مقدس هستند، ذی قعده، ذی حجه و رجب و محرم. یکی از جمله عمل کردی سلف صالح همین بوده که در چنین روزهای نهایت تلاش بیش از حد می نمودند، حتی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و فرزند ارجمندش عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که داخل خیمه ها در منا می ایستادند با صدای بلند تکبیرات را می گفتند تا اینکه دیگران هم می شنیدند و اونا آواز خود را با آنها هم نوا می ساختند. و ای به این معناست که عمل صالح گاه به شکل تلاوت قرآن عظیم شان برای ما جلب آور می شود که یک مسلمان خصوصا در این دهه اخیر تلاش کند اقل یک بار قرآن عظیم شان را باید ختم کند، زیرا با خواندن هر حرف آن برای مسلمان اجر و پاداش می رسد و انسان می تواند در برابری خواهشات نفسانی خود غلبه پیدا کند و انسان یک بار تماسی پیدا می کند با پروردگار خود، تماس گرفتن با الله توسط کلام الله صورت می گیرد. ما به هر اندازه‌ای که بتوانیم خود را به الله نزدیک بسازیم، راه های متعددی وجود دارد، از جمله تلاوت قرآن، خواندن نماز، زیرا پیامبر خلاصم خودش می فرماد وقتی که انسان در نماز می ایستد یناجی ربه، او مناجات با پروردگار خود دارد. وقتی که انسان در مناجات با الله قرار گرفت، کمبودی ها و کاستی های خود را وقتی که احساس کرد، اینجاست که انسان آهسته آهسته از کارهای زشت خودداری می ورزد، به طرف نیکی ها قدم بر می دارد و انسان در تلاش این است که هم برای خود و هم برای خانواده خود و هم برای ملت خود و هم بستگان خود خوبی ها را به بار بیارد و نتیجه آن همان عمل صالح است. هرگاه انسان ها با استفاده از لحاظ زمانی و مکانی در چنین ماهی که فصل آن هست و موسم آن است، اگر انسان استفاده نکند، حقا که او نهایت زیانبار است، در خساره قرار می گیرد و هیچ زیانی
بالاتر از این نیست که انسان فردا وقتی که او را در عالم برزخ میگذارم همه چیز پشت داده، نه با او مالی هست، نه با او دوستانی هست جز عملش. پس برای چنین روزی که الله متعال در مورد آن تشویق نموده و میفرماد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، برای فردای خود یک بار ببینید که چی چیز را پیش فرستادین. یگانه فصل آن همین دهی ذی‌الحجه است که از روز شنبه به بعد آغاز میشه. ما کارهایی که انجام میدهیم تلاوت قرآن و همچنان دعا کردن برای اصلاح خود، به فرزندان خود، به خانواده خود، به ملت خود، به مسئولین و زمامداران ملت خود. زیرا احمد بن حنبل رحمه الله می فرماید که اگر ما در عمر خود یک بار بدانیم که عمر قبول می شود، او دعا را به خاطر صلاح و درستی کشور خود مصرف بکند. در چنین روزی برای ما مناسب است که بعد اگر در گذشته ها سستی داشتیم، بعد سستی خود را باید کنار بزنیم، بعد به خاطر مناجات به الله متعال وقتی که صدای ملکوتی از آن از فراز منبر بلند میشد، بعد ما لبی گفته به نماز خود را باید برسانیم. در چنین روزهای دستگیری به افرادی که شایسته آن هستند و اعمال دادن اعمال خیریه مانند بنای مسجد، مدرسه، شفاخانه ها، پل و پلچک و کارهای دیگر از جمله بهترین اعمال هست که یک مسلمان باید سهم خود را باید در آن بیندازد، شریک اعمال صالح با دیگران شود. در چنین روز کسی که آماده قربانی هست باید از گرفتن ناخون خود نظر به ارشادات و رهنموده های پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم باید خودداری بورزد. تا زمانی که روز عید قربانی فرا نمی رسد بعد از گرفتن ناخون و موی خود باید خودداری بورزد. اینها پیامی بودند در ارتباط به دهی ذی‌الحجه و ویژگی ها و امتیازاتی که این ما با خود دارد. دعا میکنیم خداوند متعال در چنین روزهایی و در چنین ماهی الله متعال یک صلح و آرامشی سرتاسری در کشور ما الله متعال برای ما نصیب بگرداند. پروردگارا گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما، کسانی که مریض هستند شفای عاجل و کامل برشان نصیب فرما. بار الها کسانی که از ما دعا خواستند در چنین روزی مریض هستند، پروردگارا تو از دریای بیکران خودت، تو غفور الرحیم هستی، تو ارحم الراحمین هستی. پروردگارا دعای ما را به دربار خود قبول و منظور بگردان. پروردگارا مریضان ما را شفای عاجل و کامل نصیب فرما. پروردگارا آرزوهای نیکی را که هر مسلمان در قلبش داشته، پروردگارا آرزوهای ما را برآورده بگردان. پروردگارا پدران و مادران ما را که قبل از ما به ایمان رحلت کردند، بار اله قبرستان همه از اینا را به باغ از باغهای بهشت مبدل بگردان. پروردگارا در کشور ما صلح و امنیت را پروردگارا میسر بگردان. کسانی که به خاطر نابودی ملت مظلوم و به خاطر نابودی اسلام و مسلمانان تلاش می‌ورزند، پروردگارا آنها را نیست نابود بگردان. پروردگارا صفوف امت مسلمه خصوصا سرزمین ما را پروردگارا متحد بگردان. پروردگارا کینه و نفاق را از قلب‌های ما دور بگردان. پروردگارا گناهان ما را مورد عفو رحمت خود قرار داده ما را بیامرز. بار الها به ایمان آخرین آرزوی ما است که نیکبختی و سرفرازی دنیا و آخرت را برای ما حاضرین و جمله مسلمانان و خصوصا ملت مسلمان افغانستان نصیب بگردان. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع.